آینده ملی گفتگوهای صلح عنوان نشست است که اینجا در پایتخت مقام‌های حکومتی، مسئولان شورای عالی صلح، نمایندگان مردم در مجلس، فعالان جامعه مدنی و برخی از دانش پژوهان را گرد هم آورده تا نگرانی‌ها و پیشنهاداتشان را در راستای روند مذاکرات صلح ارائه بدارند. با این حال مشاور ریاست جمهوری که اینجا حضور یافته می‌پذیرد که حکومت در راستای تامین صلح در کشور کوتاهی کرده است. د سول د پاره د اراده کمزورتیا د دې سبب ګرځیدل دی چې منګه سول نه لرو. هرچند دیر است، در راستای کشانیدن مخالفین مسلح دولت در میز مذاکره صلح با افغانها، چه در حکومت پیشین و چه در حکومت فعلی، تلاش های زیاد صورت گرفته. اما آنچه مهم پنداشته می شود این است که چه مواردی وجود دارد که تاکنون جاده صلح از جانب حکومت افغانستان یک طرفه بوده و با مخالفین به هیچ توافقی نرسیدند. د بی اعتمادی فضا موجوده ده. وسلوال مخالفین تر اوسه پورې مشخص دفتر نه لري. د قطر دفتر په هغه اولو یو دو هفتو کې بیرته وتړل سول، نظر په هغه بی اعتمادی باندې موجوده ولا چې مبادا دا په افغانستان کې یو بل بحران رامنځته نه کړي. اما آنچه را که ما به نهایت در افغانستان مرتبط دانستیم بر پروسه صلح، این است که پروسه صلح کاملا یک پروسه سیاسی است. سیاسیون تصمیم میگیرن، سیاسیون صلح میکنن، سیاسیون وقتی که با هم دیگر جور نامدن جنگ میکنن. با این همه برخی از اشتراک کنندگان در نشست یگانه راه تامین صلح در کشور را این گونه بیان میدارند. یکی نگویه تروریست، یکی نگویه امارت اسلامی، یکی نگویه پشتون، یکی نگویه تاجیک، یعنی مردم افغانستان. دوم، رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر صلح به یک اجماع ملی برسند، به اجماع ملی که نرسیدن بینشان مخالفت است. سوم، کشورهای منطقه یعنی روسیه، ایران، تاجیکستان، پاکستان، هندوستان، اینا به اجماع ملی برسند. این گفته ها در حال مطرح می شود که پیش از این مقام های حکومت پاکستان اعلام کرده بودند آنها نمی توانند در کشورشان همزمان با طالبان هم مبارزه نمایند و هم آنان را با میز مذاکره با افغان ها تشویق نمایند، موضوعی که با انتقاد رئیس اجرای حکومت مواجه شد. با آن هم اشتراک کنندگان در نشست تاکید می ورزند همکنون زمینه خوب در راستای گفتگوهای صلح مساعد بوده و باید حکومت و دیگر کشورهای منطقه در این زمینه عملا گام بردارند.